گروه سایبری عدالت علی نامه محرمانه ای را منتشر کرده که در آن سازمان حفاظت اطلاعات سپاه از دادستان عمومی و انقلاب خواسته برای 37 نفر از مدیران دولت حسن روحانی حکم ممنوع خروجی صادر شود در این نامه که تاریخ 15 شهریور سال جاری را دارد علت این درخواست جلوگیری از انتقال اطلاعات سری از جمله درباره فروش نفت اعلام شده. کوروش آلادین گزارش میدهد. تورج دهخانی زنگنه مدیر عامل سازمان هواپیمایی کشوری، حمیدرضا حقبین مدیر بین المللی شرکت ملی گاز ایران، همایون خائری معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو، محسن ترز طلب، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی، علی اکبر پور ابراهیم، مدیرعامل شرکت نیکو و مرجان بختیاری، کارشناس شرکت نیکو از جمله کسانی هستند که اطلاعات سپاه مشکوک به افشای اطلاعات فروش نفتی توسط آنها بوده است. وزارت اطلاعات خواسته است مدیران شرکت نیکو را که در سوئیس هستند به داخل کشور بکشانند و بعد آنها را ممنول خروج کنند. تعدادی از افراد نامبرده در این سند ظاهرا ارتباطی با فروش نفت ندارند و به دلایل دیگر از جمله اتهام مفاسد اقتصادی ممنوع خروج شدند برخی از رسانه های داخل از ارتباط خانوادگی تعدادی از این افراد با حسن روحانی رئیس جمهور پیشین یاد کردند که قابل تایید نیست